حالا موضوع ما رو شروع میکنم با شماره یک. تو کدوم گزینه متغیرهای کیفی اسمی، کیفی ترتیبی، کمی پیوسته، کمی گسسته همهشون دیده میشن؟ پس من باید دو تا کیفی داشته باشم، دو تا چی کمی. اینجوری مطالعه میکنم: این سن کمیت، کیفیت میزان تحصیلات، این چی میشه کیفیت، این چی کیفیت. این سه تا کیفیت داری، گزینه یک کنسله. بیا اینجا دو: کمیت، وزن، تعداد، کمیت، کیفیت، جنس، شغل، کیفیت. اینا میشن دو تا دو تا. خوب این گزینه دو رو نگه دار. گزینه سه: شدت، میشه برای شما کمیت. گروه، گروه که صحبت گروه خونه اینو صحبت میکنه برای شما کیفیت. مرحله رشد، کیفیت. تعداد، کمیت، میشه دو تا دو تا شد. اینم بس بمونه، دو سه مونده. تعداد تماس، کمیت. مرحله تحصیل، کیفیت. رنگ چشم، کیفیت. گروه خون، کیفیت. گزینه 4 هم کنسل شده، شده کیفیت داری. پس یا 2 یا 3. حالا مثلا گزینه 2. وزن که صحبت می‌کنی کمیت متاچی پیوست، هر چی می‌تونی به عنوان وزن بیان کنی. خب پس این گسسته است. تعداد فرزندان میشه چی؟ پیوسته شد. این تعداد فرزندان شد چی؟ گسسته. چون تو 1.5 تا فرزند که نمی‌تونی بگی که. تعداد اینا چی میشه؟ تعداد وقتی صحبت می‌کنه معمولا شما می‌زنی گسسته بلافاصله. پس این بمونه، این پیوسته گسسته رو با هم داره. حالا یکی جنسیت و شغل. جنسیت و شغل باید کیفیت های اسمی ترتیب باشن. و این جنسیت میشه برای شما چی؟ اسمی. شغل هم میشه برای شما اسمی. ترتیب نداری تو جنس که، نمیگه اول نر بعد ماده مثلا، یا تو شغل هم اول ترتیب نداری که. پس این کنسل شد، جفتشون اسمی شدن. اما نیاخوی گزینه 3، الان گزینه 3 جواب دیگه من زدم. شدت آلودگی و بعد پرشان تنگی، این میشه شدت آلودگی هر عددی میتونه باشه، پس میشه چی؟ پیوسته. اینجا که تعداد فرزندان بود چی بود؟ کمیت بود، میگی چی؟ گسسته. تعداد گسسته است. گسسته پیوسته داره. حالا گروه خون یا کن مراحل روشن. مراحل، مراحل داره اسم میذاره دیگه، ترتیب داره. مرحله مرحله است. هر لحظه مرحله رشد اومد مثلا شما میگی آقا چی ترتیبه. گروه خون هم که اسم، صرفا یه اسم میذاره دیگه، نمیگه آقا گروه خون آ اول باشه یا دوم باشه آخر. اسم و ترتیب با هم داره. پس این هر همه حالات رو داره. گزینه چند؟ 3. بریم بعدی. تو بررسی کدوم یکی از موارد زیر بهتر است همه اعضای جامعه مورد بررسی قرار بگیره؟ ببین ما دو تا حالت داریم تو بحث آمار. یا همه جامعه رو بررسی می‌کنی به شرطی که جامعه قابل دسترس باشه، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر باشه تو بتونی بررسیشون کنی. اگه دیدی نه تعداد جمعیت خیلی زیاده، بررسی نمی‌کنی همه رو که، میای چیکار می‌کنی؟ نمونه‌گیری می‌کنی. با نمونه‌گیری مثلا چند نفر این مش نمونه خروار کار می‌کنی دیگه. آها، کیفیت گوشت ماهی آزاد، کل ماهی ها رو نمیتونی بگیری که همه کیفیتشون آزمایش کنی که. پس اینجا نمونه گیری میکنیم، همه رو بررسی نمیکنیم. همه نه، حد اکثر ولتاژ که لامپای یک کارخونه، اول همه کارخونه لامپاش رو میخوای امتحان کنی؟ نه، اونم نمونه گیریه. کیفیت چای یه مزرعه، همه چای های مزرعه که نمیتونی کیفیتش رو امتحان کنی، پس اونم چی؟ همشون نه، نمونه گیری. اما وقتی نمرات یک کلاس یا یک کلاس 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر تو کلاس نشسته، 50 نفر تو کلاس نشسته، همه رو میتونم چک کنم باهاشون، نمراشون رو کنترل کنم. اینجا نمونه گیری منطقا لازم نیست. پس چیکار می‌کنی؟ همه رو بررسی می‌کنیم تو گزینه چند؟ 4. مطالعه رنگ، وزن. خب رنگ چیه؟ آقا رنگ بر شما چی؟ کیفیت یا کمیت؟ میگی کیفیت. بعد رنگ کیفیت هم هست، اسمی اسمی، کیفیت اسمی. این رفتی یکیش. وزن بعد کمیت. کمیتی چی؟ کمیتی پیوسته. کمیتی پیوسته. گزینه چند؟ 3. تمام. همین راحت. این چند تا موضوع کلمه کلید میذاره تو کیفیت و کمیت و پیوسته گسسته و اسم و ترتیب. تمام دیگه کار. حالا ببین محاسبات، داده های آماری فلان، این یه جمله است. این یه جمله، 3 تا دیتا داری. 3 تا نمیدونم وزن، قد، نمره، هر چی که هست. دامنه تقراص، دامنه تقراص یعنی اختلاف بیشترین و کمترین. وقتی بیشترین و کمترین با هم اختلاف ندارن صفر میشه دیگه. آقا بیشترین کمترین با هم اختلاف ندارن، این یعنی چی؟ یعنی همشون یکی ان، همشون یکی ان. یعنی اگه وسطی 16 اینم 16 اینم 16، خب تموم شد دیگه. اینم 16 اینم 16، برو آبه برام پیدا کن دیگه. اول گیر بده به چی؟ به اینجا. آقا این 4 بی 2 هم چند؟ 16. خب اون وقت بی 2 میشه چند؟ 4. بی دیگه 2 میذارم چون گفته آبی مثبته. اون یکی یارو، اون یکی آ دو به اضافه 6 آ به اضافه 9، اونم بعد چند میشه؟ 16 بشه. ورد بیاریم ببینم چه خبره. اینجا میاد این میشه منفی چند؟ 7. جمع ضرب 0 1 میشه چند؟ 1. یک شم سی آم که میشه منفی 7. این کنسله، اینم آ اون 1. چی میخوای تو؟ آ به اضافه 2 بی 1 4 5 گزینه 2. بریم بعدی. میانگین 10 تا دیتا 17 همینجا نگه دار.
میانگین 10 نفر 17 میانگین چجوری میشه؟ میشه جمع تقسیم تعداد. آقا جمع تقسیم 10 شده 17. پس جمع چند بوده کلا؟ جمع اینجا 170 بوده. حل تا اینجا. 5 نفرشون میانگینشون 18. ای بابا اینا میانگین 5 نفرشون دیده. پس 5 یه میانگین جمع تقسیم تعداد جمع تقسیم 5 شد 18. 5 تا 18 تا 50 تا اونم مثلا 40 تا برای شما 90 هم میشه جمع اینا. اون یکی ها رو اومده دو برابر کرده. چه باحال. بذار یه خورده گیج نشم. پس من دو دسته دارم. اولا که یه دسته اینجا یه دسته اینجا جمع کل. جمع کل رو تو من چی دادی؟ گفتی آقا کلن جمع کل رو میخوای حساب کنی 10 نفر بودم با میانگین 17. یعنی جمع کلم 170 بوده. خب این 5 نفر اول 5 تا اینجا 5 تا اینجا داری. 5 نفر اولم خودت گفتی میانگین 18ه. پس یه جمع 5 تایی اولی هم داری. آقا 5 تا 18 تا 90 تا همینجا داری. یعنی جمعشون 90. جمعشون 90. جمع اینجا چنده؟ آقا جمع کل 170 از جان 90 تاش اینجاست. اونجا چقدر دارین شما؟ خب 80 تا اینجا دارم دیگه. حالا اینجا رو گفته دو برابر کن. خودش گفته همه رو دو برابر کن. پس جمعش هم دو برابر. جمعش رو میشه چند؟ 180. میانگین همینجا رو میخوام. میگم 180 تقسیم چند؟ 5 جمع اینجا. 32 گزینه 3 تمام. بریم بعدی. شماره 5 هم هر شد شماره 6. بیا. میانگین این دیتا ها برابر میانگین این دیتا هاست. حالا میانگین این دیتا ها رو میخوام. آقا میانگین چجوری پیدا میشه؟ مگه نمیگه جمع تقسیم تعداد؟ اینا رو همه رو جمع میکنم. تعدادشون هم 1 2 3 تا 10 مساوی با میانگین اینا میذارم. جمع میکنم تقسیم 10. میانگین چند؟ اینا هم همه با هم جمع تقسیمش این تعداد اینا هم 10. بعد اینا با هم مساوی میذارم. یه اتفاق اینجا میفته. ببینیم چه اتفاقی میفته. بیا جمع دو تا میانگین میخوای صحبت کنی دیگه. x1 با چی؟ x2 به اضافه 1 با x3 به اضافه 2 تا x10 به اضافه چند؟ 9. جمع اینا تقسیم چند؟ 10. اینجا جمع تقسیم 10 این 10. همه رو هم اینجا می‌نویسم. زیگما x می‌نویسم یعنی جمع همه x ها. جمع همه x ها. اما 1 2 3 تا 9 جمع 1 تا 9 چنده بچه ها؟ 1 تا 9 با هم دیگه جمع کنین. 1 به اضافه 2 به اضافه 3. الان 1 با 9 که شما جمع کنی 1 تا 9 جمع کنی عین دنبال حسابی کارش میکنی براش دیگه. میگه اولی آخری جمع میکنم میشه 10 ضرب در نصف تعداد 9 دوم. یعنی جمعشون میشه چقدر؟ 45. پس همه x ها رو جمع میکنم به اضافه چند؟ 45 شد. تقسیم بر چی؟ 10. این شد میانگین تکه اول. میانگین تکه دوم بده. شروع کرده اومده ماشاءالله از 2x1 و 2x2 منهای 1 و همینجور رفته جو تا 2x10 منهای چند؟ 9 جمع کرده. اینجا هم تقسیم 10 داری. آقا x هاشون همه دو تا جمع x داری. x ها همه دو دارن. منفی 1 منفی تا میشه منفی چند؟ منفی 45. چون اینا 1 2 3 4 9 شو جمع کردی شد 45. منفی 1 منفی 2 تا منفی 9 میشه منفی 45 دیگه. میگه این و این با هم یکی هن. چه باحال. اینو این با هم یکی هم. پس یه کاری کنم دهاش که تو مخرجی میشه جمع ایکس ها به اضافه چند؟ 45 موسه با دو تا جمع ایکس ها مین های چند؟ 45. جا به جا بده این 45 بدیم هم میشه 90. اینم بیرون هم میشه جمع ایکس ها دو تا سیب مین های یه سیب میشه یه سیب. جمع ایکس ها 90. حالا میانگین کلش رو میخوام. میانگین ایکس ها میگی جمع 90 تعداد 10 کلن 9 گزینه چند؟ 2. نمادر داشته باشه. زیگما ایکس میذارم یعنی همه ایکس ها. حال ندارم دو سبیل میذارم ایکس یک به اضافه ایکس دو به اضافه ایکس به اضافه ایکس چهار دوست ندارم میذارم یه زیگما میذارم ایکس میذارم یعنی همه ایکس ها با هم جمع. شماره 6 شماره 7 در 5 دیتای آماری. خب باش تفاضل میانگین از هر یک از داده ها اینه. به این رافت میان می چی بود؟ فرمولش؟ جذر واریانس بود. واریانس چی بود؟ واریانس میشد زیگما. این دو تا فرمول داشتیم برای واریانس. اون اولیه رو بنویسیم من برای شما قشون اولی یاد بیا چون بعضی از ما استفاده میکنم بیشتر دومی را دسته ها ولی اولی هم حالا میمیسم. واریانس میخوای حساب بزنی بر من میگه آقا جان جمع بزن. چیا رو جمع بزن؟ اونجایی که ایکس ها رو مینهای میانگین کردی توان دو کن تقسیم تعدادم بکن. خب من که این کار رو برات انجام دادم که خودم الان چند نفرن؟ 1 2 3 4 5 نفرن تو مخرج. و خودم میانگین میگی منهای میانگین کردم. اونجا منهای میانگین شده شو نمیشه. پس تو فقط توان دوهاشو بده. آقا منفی 3 به توان 2 برده بذار اینجا. به اضافه اون یکی رو بده بیاد ببینم منفی 1 به توان 2 بذار اینجا. بعدی رو بده بیاد 0 به توان 2 بذار اینجا.
بعدی رو بده بیاد. یک به توان دو به اضافه سه به توان دو جمع و تقسیم پنج میشه بر شما واریانس. نه یک ده، اینم ده، کلن بیس، پنجم، چهار. حالا انحراف معیار جذر این، جذر میگیری میذاری اینجا، میشه بر شما چند؟ دو. گزینه یک. رسیدیم شماره هشت. انحراف معیار دیتا های سیکس یک سیکس تا همشون سه دارم میبینی؟ تا سیکس این برابر شیشه، ویرگول رو نگردار. آقا اطلاعات شما وقتی همشون ضرب در سه میشن، انحراف معیارتون یه سیگماتون هم همه ضرب در چی میشه؟ سه میشه. تقسیم بر پنج بشن، اونم تقسیم بر پنج. یعنی هر عملیات ضربی تقسیمی انجام بدی رو دیتاهات، اطلاعاتت، عیناً همون عملیات روی انحراف معیار هم تأثیر میذاره هر ضربی انجام بدی. اما اگه مثلا زیاد و کم کنی، مثلا دیتاهاتو 7 تا زیاد کنی، 10 تا کم کنی همه دیتاهاتو، این تغییرات برای انحراف معیار وارد نمیشود. در مورد میانگین این تغییرات به صورت ضربی که داریم صحبتش رو میکنیم عیناً ضربیه و حتی جمع تفریق رو میانگین هم وارد میشه. یعنی ضرب دو کردی میانگین هم ضرب دو میشه دیتا. اگه دیتاهاتو به اضافه 7 کردی میانگین هم به اضافه چی میشه؟ 7 میشه. حالا تا اینجا واریانس چی؟ واریانس هم توان دو انحراف معیار دیگه. هر کار رو انحراف معیار انجام دادی تغییرات انجام شد، توان دو هم براش میذاره که واریانس هم همون تغییرات رو بر شما پیگیری کنه. پس بریم اینجا تو اطلاعات که من الان اینجا دارم. آقا ببینی همشون سه دارن، پس میام همه تقسیم بر سه میکنم که x x 2 بشه، اینم تقسیم بر چی میشه؟ سه میشه. پس الان شما سه x داشته باشی، انحراف معیارت مثلا 6 باشه، انحراف معیار 6 باشه، اینا x بشن، انحراف معیار چی میشه؟ تقسیم بر 3، اینم تقسیم بر 3 میشه چند؟ 2. برو ببینیم این چه اتفاقی داده. x هاش اومده ضرب در 2 هم شده، به اضافه 5. به اضافه 5 که تأثیری نداره که، همون ضرب در 2 تأثیر داره. یعنی x هات 2x به اضافه 5 شدن، میگم سیگمای جدیدم دو برابر میشه از اینجا. ببین از اینجا تا اینجا دو برابر شد، اینم ضرب 2 میشه. اما 5 تا زیاد کمش تأثیری نداره. پس انحراف معیار من میشه چی؟ چند برابر؟ تو چی 4 میشه دیگه. تو واریانس میو. واریانس یعنی توان دو، این توان دو یعنی چند؟ 16. واریانس جای چند؟ 16. گزینه 4. می‌رازیم. بریم شماره چند؟ 9. مجموع مجذورات مثلا 11 دیتای آماری. یعنی جمع توان دو هاشون 11 نفر مثلا 2200 میانگینمون هم چند؟ 14. واریانس ما. واریانس اول فرمولش رو که نوشیم، دومین فرمول چیه؟ برای واریانس سیگما دو دو تا داشتیم دیگه، کنار هم بنویسیم x منهای x بار به توان دو تقسیم بر چند؟ n، همه جمع. یعنی همه رو بعد منهای میانگین کنم، انحراف میانگین رو بعد داشته باشم، بعد توان دو برسونم. یه دونه سیگما دو دارم چی؟ میگه آقا همه رو همینجوری به توان دو برسون، تقسیم بر تعداد کن، آخر سر منهای میانگین به توان کن. این یه خورده دم دستره تو اجراش، تو حساب بخصوص تو حالتایی که جدول مدوری چیز داشته باشی راحت تره. آقا بریم حساب کنیم سیگما دو مساوی کلن تعداد چند تاست؟ میگی 11 تا طبق گفته سوال. مجموع مجذورات، مجموع مجذور یعنی جمع توان دو همه رو داده به من 2200، دستش هم درد نکنه. مینا میانگین که خودت دادی اینجا 14، اینم 14 به توان چند؟ 2. خب از جان این با این ساده میشه، دو تا صفرش که میمونه 22، 11 ها میشن 200، اینم که با عزت میشه 196. خروجی 4، سیگما دو 4، واریانس میخوای 4، تموم شد. گزینه 3. خب بریم شماره 10. یه سری اطلاعات دارم. مجموع دیتا 75، مجموع مربعات دوباره ببین 615. اگه تعدادشون هم 15 باشه ضریب تغییرات. دوباره واریانس که میتونی پیدا کنی، واریانس رو با همین اصول پیدا کن. برای من با چه فرمولی از واریانس دوباره شروع میکنی؟ شما سیگما دو مساوی با مجموع به توان دو تقسیم بر تعداد میانگین به توان دو. آقا مجموع به توان دو خود داره، مجموع مربع 615 داداش، تعداد بده بیاد، تعداد خود داده 15، اینم 15 اش. مینهای میانگین چی؟ میانگین از کجا گیرم؟ میانگین من نمیگم جمع تقسیم بر تعداد، این توان دوشو بذار اینجا بمونه. آقا میانگین جمع خودت دادی دوباره تو سوال چند؟ 75. تعداد چند بود؟ 15. یه خورده مرتب کن اینجا، مثلا جمع وجو کنیم با هم دیگه. 600 تا 60 تقسیم 15 چند میشه؟ میشه 4 تا 41. منهای این چقدر میشه؟ 75 تقسیم 15، 5 به توان دو 25 تا. 41 به 25 اون 15 16 میشه. این سیگما 2 16. سیگما چند میشه اگه یاد باشی؟ به این جذر این میشه بر شما انحراف معیار 4. چی میخوای؟ سی وی ضریب تغییرات.
عزیز جان، ضریب تغییرات سیگما هست، این اف میان که پیدا کردی 4 تقسیم بر چی؟ میانگین. میانگین کجا بود؟ ها میانگینی بود 75 15 همه بود، این میانگینه بود، این میانگینه اینجاست 75 بود، 75 15 چند شد؟ 5. یه 5 هم اینجا داری. حالا اعشاری نوشتی برای من، یه ضرب در 2 کن بالا پایین که اعشار مشار گیرم بیاد، میشه 8 دهم 8 دهم گزینه چند؟ 3. اینم از شماره 11 و شماره 12. قدر مطلق اختلاف از میانگین دیتا. پس اینا چی می‌بینی؟ اینا x مینای x بارن، حواس جمع باش. قدر مطلق اختلاف از میانگین دادای برابر اینه مجموع این دیتا هامون هم چقدر؟ 15. ضریب تغییرات دوباره می‌خوای. اختلاف از میانگین قدر مطلقش هم دادا. ببینید من منطقاً باید اختلاف از میانگین مثبت منفی داشته باشه. این چی داده به من؟ قدر مطلقش داده. مهم نیست که من توان دوهاشو می‌خوام دیگه. منفی مثبتشو می‌خوام چیکار کنم؟ پس بریم با هم دیگه دوباره ضریب تغییرات می‌خوای واریانس فقط حساب کنم. سیگما 2 از اون اولیش استفاده می‌کنم، x منها x بار به توان 2 تقسیم چند؟ تعداد. اولا که تعداد بزنیم چند نفر؟ 1 2 3 4 5 تا. این 5 تا مخرج. خود x منها x باراشو به من داده، اونایی که من داده میگه اختلاف از میانگینه، یعنی منهای میانگین شده که شده 2 و 2 و 2 بس 3 و 3 شده دیگه. توان 2 شده دیگه. آقا یه 2 به توان 2 داری، یه 2 به توان 2 داری، دوباره 2 به توان 2 دارم، یه 3 به توان 2 دارم، یه 3 به توان 2 دارم و این حرفا. مخرج 5 4 4 4 12 تا اینجا، 9 9 18 تا هم اینجا، 20 30 پنجم این میشه برای شما چند؟ 6. اوکی دیگه چی میخوام؟ مجموعش رو هم داده. آقا مجموع رو وقتی تو من دادی نمیدونم جوابشون 15 هه، میانگین چجوری پیدا میشه؟ میگم میانگین 15 هست، تعدادم که چنده؟ 5. یعنی چند؟ 3. چی میخواییم وسط؟ ضریب تغییرات دوباره سی بی میخوام، سیگما به روی ایکس بار. ایکس بار که الان 3 شد، سیگما رو میگم جذر این دیگه. سیگما حواست باشه رادیکال چند؟ 6. رادیکال 6 سوم، رادیکال 6 سوم حالا تو گزینه ها ندارم، یه رادیکال کلی تو گزینه ها دارم. این کارو میکنم، رادیکال 6 اینو میچپونمش تو رادیکال که ساده کنم بشه به 3 ساده بشه 2 سوم گزینه چند در بیاد؟ 4. خب رسیدیم به شماره 12، اختلاف میانه. میانه وقتی میخوای پیدا کنی باید اول اینا مرتب چیده شده باشن، بعد راجع به میانگینش میشیم با هم دیگه صحبت میکنیم. پس اول اینا مرتب بچی ببینیم داستان چه جوری است. مرتب از کوچیک به بزرگ چی داشتیم؟ یک داریم مثلا همینجا بچینم، من مثلا یک و یک، بعد پشت من دو تا یک دارم، دو دارم سه تا، دو او دو او اینجا هم دو، سه دارم یه دونه، اینم سه دارم یه دونه، بعد چهار، اینم چهار و چهار و چهار، پنج هم داریم دوتا، اینم پنج و پنج، یک دو پنج تا شیش هفت هشت نه ده یازده، میانه میشیم وسط وسط وسطیه، پنج از این و پنج از اون میشه برای شما میانه. میانه پس بده کردم سه. حالا چی میخوای؟ میانگینم میخوای. میانگین میانه چیکار میکنی؟ تعدادشون چند تاست؟ پنج و پنج ده تا یازده تا بوده، بعد جمع میکنی همه رو با هم دیگه، جمع هم بکنی ببینیم چه خبر میشه، داستان چیه اینجا. پنج اینا میشن چند؟ شیش، این هم شیش با این ده تا بیستا میشن، بیست و شیشتا با اینا میشن سی تا، سی و سه تا، سی و سه تا بینید یعنی کنارها جمع زدن که جمع زدن راحت تر باشه. این هم میشه میانگینتون هم سه. خب اختلاف میخواه، اختلاف سه و سه چقدره؟ اختلاف الان سریع میزنید چند؟ هیچی، گذنید چند؟ سه. میخواست میانه رو قشنگ بفهمید داستان چه، وسطی ترین دیتا. بریم شماره 13 همون الان 23 تا دیتا داری، بعد راجع به چی ها صحبت کردیم؟ چارک اول، چارک دوم و سوم، این حرفا، یه سری اطلاعات اینجا داریم. یه بار راجع به مدرسه طور این تیپ سوالا با هم حرف بزنیم، بعد بشینیم بگیم که آقا یه خود رایت تستی هم داری اینا سریع بتونم محاسبات کنم. 23 تا اطلاعات وقتی ردیف میکنم وسطی میشه بیچاره برای شما میانه. میانه که پیدا میکنید چارک چندم دوم. حالا برای سمت راستی ها یه میانه بگیری میشه برای شما چارک سوم، برای سمت چپی هم یه میانه جدید بگیری میشه چارک چی؟ اول. این چارک های اول و مثلا بعد پشت من چارک سومی صحبت کرد، اینا یه خورده برای من ملاک کار محاسباتیه. پس بیایم اینجا اول میانه. آقا شما جمله اول و همینجا میانه جلو تا جمله چندمو داری؟ 23 داری، جمله 23. الان میانه چی میشه برای شما؟ میشه 11 تا اینور 11 تا اونور، 22 تا وسطیه که 12 هم میفته، برای شما میشه چارک دوم. دوم اینجا قشنگ دومو بنویسم. پس اینجا جمله 12 هم با اون چارک چندم دومه. خب حالا یه میان جدید میخوام ببینیم دوستان. اولی
دومی، سومی، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازدهمی. اینجا هم سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هیفده، هیجده، نوزده، بیست، بیست و یک، بیست و دو، بیست و سومی. تا برسم اونجا. برای اینا دوباره شروع کنم چیکار کردن؟ میانه پیدا کردن. الان اینجا چند نفر شما جمله داری؟ میگی 12 نفر جمله. اگه میخواستم عادی پیدا کنم میگفتم 5 و نیمه دیگه، مثلا 1 2 3 4 5 و نیم این وسط. حالا شما وقتی 5 و نیمه که مثلا میگی وسط داری صحبتشو میکنی، اون چارک اول کدوم میشه؟ انتقال پیدا کنم اینجا دیگه. این وسط وسط که نمی، چون اطلاعاتت 23 تا بیشتر نیست، پیوسته نیست. اینو وصل میکنی اینجا، میگی جمله شیشم میشه برای شما چی؟ چارک اول، کیویش میشه شماره یک. خب این تا اینجا. حالا اون برم صحبت کنیم با هم دیگه. پس اینجا چند نفر داری؟ به یک، دو، سه، چهار، پنج نفر کمتر از این داری. خود اینم چارک اول. برای اون برم ببینید، یک، دو، سه، چهار تا بجلو، اینجا هم همینطور، یک، دو، سه، چهار تا بجلو. این برای شما میشه چارک چندم؟ سیزدهم، چهاردهم، پونزدهم، شونزدهم. این چند؟ هفدهم. 17 و نیمومه که مثلا شما میگید روی اون یکی سوار میشه دیگه. جمله چندم؟ 18 میشه برای شما چی؟ چارک 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 سوم، کیو شما چند؟ 3. اینجا هم آ 18ه، جمله 18 اون بالا بنویسمش. حله که به طور معمول اینا داخل جعبه میذارن و الی آخر و این حرفا، دیگه کاری باشون ندارم. حالا بریم تو سوال یه بار ببینیم. وقتی یه جایی به شما میده میانگین داده های کمتر از چارک اول، اصلا ربطی به چارک نداره. وقتی به شما میانگین میده، میگه میانگین یه فلان چیزی عددش مثلا 9 از 8، کل اون تعداد همه رو 9 از 8 بگی برای خودت، یعنی فکر کن همشون یکسانن. اصلا میانگین فلسفش همینه، شما فرض کنید همشون داره یکسان بررسی میشن. میانگین کمتر از چارک اول 9 از 8 من یعنی کمتر از چارک اول ببین چند نفرن؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج نفر کمتر از چارک اول. پنج نفر دارم که همشون 9 از 8 دارن میگیرن. باش جمع دارم پیدا میکنم، میخوام میانگین کل پیدا کنم. بعد بیاینجا دوباره پایتخت. آقا میانگین داده ها از خود چارک اول تا قبل چارک سوم، خود چارک اول تا خود قبل چارک سوم، یعنی از اینجا تا خود چی قبل این، یعنی جمله ایران، یعنی از ششم تا هفدهم، ششم تا هفدهم که راجع بهش داری صحبت میکنی تا قبل چارک سوم میشه چند نفر؟ 17 منهای 6 11 بذار 12. 12 نفر که همشون چی میگیری برای خودت؟ همشون 18 میگیری. اینم تا اینجا به اضافه میانگین بقیهشون، یعنی بقیه دیتا سوال دور نگاه کن، میانگین بقیهشون چنده؟ 21. میانگین بقیهشون 21 چند نفرن که بقیهشونن؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 نفر هم چی هستن؟ میانگینشون 21. کلاً هم تقسیم چند؟ 23 به تو میانگین کل میده. حل قضیه. حساب کتاباشو که انجام بدی میتونی بر من چیکار کنی؟ عدد 17 رو پیدا کنی. خب این باش حساب کتاب کرد. اما یه سوال، چارک یعنی 4 از 1 بچه ها، 4 از 1 یعنی 1 چهارم شدن. بیا یه حرکتی بزنیم، ما گزینه هامون بنز کافی از هم دور هستن. نیا کن گزینه ها رو، 11 و نیم، 15 و نیم، 17، 19، گزینه ها دوره. بیا تقریبی طور کار کنیم با هم. چجور تقریبی تو مثلا کار کنی؟ کن آقا کمتر از چارک اول یعنی یک چهارم چی داری؟ یک چهارم 9 از 8 داری. باش از چارک اول تا چارک سوم یک چهارم، چون دو چهارم، دو چهارم چی داری؟ 18 داری. اینجوری میشه. بعد بقیهشون یعنی یک چهارم بقیه دیگه، یعنی یک چهارم هم چی دارم؟ 21 دارم. اینجوری کار میکنم، اصلا به کل تعداد هیچ دقتی نمی کنم. تازه 9 از 8 هم با هم دیگه بگیریم 10، مثلا تقریبه دیگه، کی به کیه. مخمل شک چند؟ 4. این میشه 10 تا، این میشه چند؟ 36 تا. اینجا هم چقدر؟ 21. اینجا 4، کلا 57، 67 چهارم. تو بگی 64 هم میگرفتی 16 خورده ای، 16 75 سن کدومش به 16 75 نزدیک میشه؟ 17. 17 تو گزینه میزنی. پس اگه دیدی میانگین کل ازت میخواد، یعنی 1 4 1 4 برخورد کن. 1 4 قبل چارک اول، از چارک اول تا چارک دوم 1 4، دوم تا سوم یک چهارم، سوم تا بقیه هم چی؟ یک چهارم. اینجوری در نظر بگیر، سریع تقریبا تو پیدا کن و گزینه توی این گزینه ها پیدا کن و سلام تموش. بریم بعدی. شماره 13 هر شد، شماره چند؟ 15. 14. میانگین دو دست زدن کنه. 25 تا دیتا، میانگین 8، واریانس 6. و از این میشه خیلی اطلاع پیدا کرد. ضریب تغییرات هم میخواد چند برابر بشه، پس همینجا من دو کارامو انجام میدم، چون برای آینده که ضریب تغییرات میگه چند برابر میشود، الان باید ضریب تغییرات پیدا کنم دیگه. اونجا رو پیدا کنم، بعد بشینیم راجع به این 10 تا دیتایی که حذف کردی حرف بزنیم با هم دیگه. قدم اولش اینه آقا جان، من n کلمون چقدره؟ 25. تو میانگین به من دادی چقدر؟ 8. واریانس یعنی سیگما 2 رو به من دادی چند؟ 6.
این اطلاعات منه. این وسط اگه زحمتی نیست، سی وی رو برام پیدا کن. سی وی چی بود؟ سیگما بری چند؟ ایکس بار. ایکس بار چند؟ 8. سیگما هم این جذر این یعنی رادیکال 6 هشتم سی وی هستش. بماند. حالا یه اطلاعات جدید. 10 نفر رو حذف کردی. یعنی این جدیدت شده چقدر؟ این جدید شده 15. 10 نفر اینجا حذف کردی. 25 نفر بودن شده 15 نفر. بعد میانگ با میانگین برابر بودن. یعنی میانگین دست نمیخوره. میانگین همچنان 8 میمونه. سیگما 2 عوض میشه. سیگما 2 جدید رو میخوام. اینجاست که خورده حرف داریم با هم. داداش سیگما 2 داستانش چی بود؟ میگفتیم مجموع x مین های x بارا به توان 2 تقسیم بر چی؟ تعداد. این جواب شده چند؟ 6. الان تعداد چنده؟ میگه 25. پس اینجا یه زحمت بکش. 25 ضرب در این مجموع x مین های x بارا به توان 2 6 تا 25 تا میشه. 4 تا مثلا 25 100 تا 150 تا. الان سیگما 2 جدید دوباره همون x مین های x بارا هستن. منتها تقسیم تعداد این سیگما 150 خودمونه. n چیه؟ میگه این بار 15 چند میشه؟ میشه 10. الان سی وی جدید بده بیاد. خب سیگمای جدید، ایکس بار جدید، سیگمای جدید که میشه رادیکال چند؟ 10. ایکس بار اونم که چند بود؟ 8. چند برابر میشود؟ یعنی سی وی جدید رو به سی وی قبلی چکا کن تقسیم بزن. اون یارو رادیکال 6 هشتم و رادیکال 10 هشتم و تقسیم چی کن؟ قبلیه که رادیکال 6 هشتمه. 8 تا کنسل. یه رادیکال کلی برات میذارم 10 ششم ساده هم میکنم رادیکال 5 سوم تو گزینه ها میذارم گزینه چند؟ 2. اینجا ممکنه یه سری بچه‌ها بپرسن آقا پس این حذفی که انجام دادی تو این تاثیر نداره، خودت گفتی 10 تا داده که با میانگین برابرم حذف کردم، پس x من x باراش که با میانگین برابرن یعنی صفرش که مهم نبوده تو جمع تاثیر بذاره. پس این تیپ سوال حواس جمع باش که از این فرمول سیگما 2 استفاده میکنم، x من x بار به توان 2 رو پیدا میکنم، میگم اون دوباره تو همینجا تکرار شده فقط با یه n جدید. سوال بعدی اون ببینی حالا چارک سوم این دیتا. حالا این که هیچ، این 5 تا 5 رفتن بالا دیگه، یعنی 5 10 الی آخر، پس 1 5 2 5 تا 10 5 تا 10 تا اونجاست، یه دم اینجا 11 نفرن. 11 نفرن دیگه میانگین و اینا پیدا کردن و چارک سوم پیدا کردن کاری نداره که. 11 نفرن با x هم شروع میشه، بعد 5 5 هم میره بالا. خب پس جمله اول من x، این اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، نهمی، دهمی، 11امی x بذار به چنده؟ 50. 11 همی اینجاست، اینم چی؟ اولیه. میانه اون اولی میشه 5 تا و 5 و 6 همی اون تو بستر ببین 2 3 4 5 6 جمله 6 هم بر شما میشه چی؟ میانه اینجا میفته. چارک سوم میخوام برای اون چارک حساب بکنید دیگه. ایناست، اینم اینجا، اینجا، اینجا بستر میاد که شما اینجا یعنی جمله چندم، جمله نهم بر شما میشه چارک چندم سوم. الان چارک سوم خودش گفته برابر با چند؟ 72. چی میخوای؟ میانه یعنی اینو میخوای. ما اگه 5 5 نمیفته، خب 5 5 بیا عقب دیگه. 72 یه 5 بیا عقب ببینم چی میشه. 5 بیا عقب میشه 67. یه 5 دیگه بیا عقب لطفاً میشه 62. یه 5 دیگه بیا عقب میشه چی اینجا؟ 57. 57 میشه برای شما میانه، یعنی گزینه چندم گزینه یک دیگه. همین. سوال شماره 16 مون. یه سری اطلاعات اینجا داده به من. فقط حواستون باشه قبلی که ادامه سوال بخونم این اطلاعات ببینید منظم باشه، مرتب چیده شده باشه. اگه مرتب چیده نشه خودتون این کارو انجام بدین. که خوشبختانه تو این سوال ببینید قشنگ 2 و 5 اینجا از کوچیک به بزرگ همه رو چیده قشنگ مرتب منظم. داده های بزرگتر ببین چارک سوم، چارک اول، چارک دوم، کلی حرف اینجا مثلا حرف زده، بعد این سری رو می‌خواد چیکار حذف کنه. خب اول اینا پیدا کن چارک‌ها رو ببینم کجا و کیا رو می‌خوای حذف کنی. بعدش راجع به ضریب تقرر دیتا های باقی مونده با هم صحبت می‌کنیم. 11 تا 12 تا بودن دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا میخوام چارک براشون پیدا کنم، میانه اول پیدا کنم با هم دیگه. 12 تا 6 تا 6 تا 1 2 3 4 5 6 این وسط بر شما میفته چارک چندم دوم، یعنی 7 به اضافه 10 چندم دوم 8 و نیم میفته بر شما چارک دوم. حالا چارک اول که از این 7 به این ور دیگه یعنی 1 2 3 4 5 این وسط هم میفته بر شما چارک چی؟ اول، یعنی 5 رو با 7 جمع میکنم 12 دوم 6 میفته اون وسط چارک اول. حالا اون برم همینطور دیگه از 10 1 2 3 4 5 این وسط هم برای شما میفته چارک چندم سوم، 13 رو با 15 جمع میکنم تقسیم بر 2 28 14 هم میفته چارک چندم سوم. حالا برگرد سوال دوباره کجاها رو حذف کردی تو برای من، کجاها رو حذف کردی؟ میگه که آقا جان
داده های بزرگتر از چراک سوم و بین اول دوم. عجب، بزرگتر از چراک سوم یا همه هست، یعنی اینا هست شدن، بین اول و دوم هم هست، پس بین اول و دوم هم هست، یعنی اینو اینو اینم هست شدن. چیا موندن؟ یه دو موند و یه دو موند و یه پنج موند و اینم هیچی، یه ده موند، بعد ده موند و سیزده، اینا موندن. حالا ضریب تغییرات میخوام برای این دیتا های چی جدیدمون. خب این که تعدادشون زیاد نیست که، الان میانگین پیدا کن برای من. میانگین میشه جمع تقسیم بر چی؟ تعداد. تعدادمون چند نفرن؟ 6 نفرن. 1 2 3 4 5 6 تا جمع بزن دو تا برای من. 20 تا، 33 تا، اینجا هم 7 تا میشه 40، 42 تا. این میشه جوابش 7. این از میانگین. حالا سیگما 2. سیگما 2 چی بود؟ من از این فرموله میخوام الان استفاده کنم. چرا از این فرموله من کمتر پیش میاد از این استفاده کنم؟ منتها چون اینجا میانگین من از روندی به دست اومده از این استفاده میکنم، دم دستم است. خب مخرج چند بود؟ گفتی 6 نفرن که 6 رو میذارم تو مخرج. این هستی. هر چیزو منها میانگین کن توان دو. این منهای 7 به میانگین 7 دیگه. 2 رو منهای 7 کنم میشه منفی 5 به توان 2 25. اینم منهای 7 میشه منفی 5 به توان 2 25. دوباره. بعدی هم منهای 7 میشه منفی چند؟ 2 به توان 2 4. این منهای 7 میشه 3 به توان 2 9. بعدی هم میشه 9. اینجا منهای 7 کنم 6 به توان 2 چقدر؟ 36. جمع وجو کنم چه خبره؟ 50 تا اینجا دارم. اینا با هم میشن 40 تا، 90 تا، اونجا هم 18 تا، 108 تا. 108 تقسیم بر 6 به 2 ساده کنم میشه 54 تقسیم بر چند؟ 3. به 2 ساده کردم دیگه، 54 تقسیم بر 3. حالا این یعنی 54 تقسیم بر 3 هم کنیم 30 تا، 20 تا، 10 تا، اونم 24 تا، 18 تا دیگه. 18 تا. حالا اینم سیگما 2 شما. سیگمامون چنده؟ رادیکال 18. رادیکال ایجا یعنی 9 دوتا، یعنی 3 رادیکال چند؟ 2. چی میخوای تو؟ ضریب تغییرات دیتا سی وی. 3 رادیکال 2 به عنوان سیگما تقسیم بر چند؟ 7. اینجا میرسم 7. گزینه چند؟ گزینه 1 به عنوان ضریب تغییرات دیتای جدیدم شما 16. بریم بعدی. دیگه این نهایت تستایی که شما تو آمار باش سر کله میزنید. دیگه بیشتر از این چی میخوای داشته باشی؟ بریم بعدی.